سلام دوستان عزیزم، برای افرادی که تازه به ما ملحق شدن، من مرضیه سمایی هستم و در ولاگ عید 19 در خدمتتون هستم. فردا و پس فردا هم هر روز در خدمتتون هستیم، چون این ولاگ عیدامون تموم میشن روز 13، آخرین روز ولاگ عید ماست. خب کافی من داره آماده میشه، شیرشم آماده کنم، یه کافی باحال در کنار همدیگه مینوشیم و بعد میریم سراغ غذای امروزمون. امروز میخوام براتون یک عصرونه خیلی خوشمزه و سه‌سوته آماده بکنم. من یادم اون موقع ها که ما بچه بودیم از مدرسه میومدیم، عصرونه ها یا نون بود که بهش گوجه میمالیدن، یا اینکه نون رو تلت میکردن و توی روغن حیوانی داغ و یه ذره شکر هم بهش میریختن. ولی من الان یک عصرونه خیلی باحال میخوام بهتون نشون بدم که هم خودتون هم بچه ها لذت ببرید. به از این کافی. برای این عصرونه ما باید کارملایز آنیون درست بکنیم و این کارملایز آنیون رو شما دستورش یاد بگیرید واسه خیلی چیزا میتونید استفاده بکنید. خب حالا تا مواد لازم رو بخوام بهتون نشون بدم، اول این شکلات بلژیکی خوشمزمون، این کافیمون رو می نوشیم. شما هم یه چند لحظه استراحت بکنید. به به، عجب کافی. خب حالا مواد لازم رو برای این عصرونه لذیذ، یک عدد پیاز داریم، 3 قاشق هم بالزامیک ونیگر لازم داریم، 3 قاشق غذاخوری بالزامیک ونیگر و 1 عدد پیاز و 1 قاشق مرباخوری هم شکر داریم. پیازمون رو به این شکل خوردش کردم و اینجا پنیر داریم، پنیر چدر به مقداری که لازم دارید. من امروز این خمیر رو گرفتم، ببینید خمیر همون آماده، از این خمیر استفاده می کنم. پیاز باید کاملا سرخ بشه با حرارت ملایم. و حالا توی این فاصله خمیرمون رو پهنش کردیم، چون باید 10 دقیقه این خمیر باز بمونه. هم میزنیم پیازمونو، داریم کارملایز آنیون درست میکنیم. پیاز باید کاملا سرخ بشه. برای این کار پیازمون نباید بسوزن، ولی باید تیره بشن، قهوه‌ای پررنگ. مرتب همش بزنید که نسوزه.
این دیگه داره کم کم آماده میشه. خب پیازمون حالا آماده شد. این سه تا قاشق بالزامیک ونیگرمون رو بهش اضافه میکنیم. حالا یه قاشق مربا خوری شکرمون رو بهش اضافه میکنیم و خوب همش میزنیم. این آماده است. خاموشش میکنیم. ولی خیلی خوش رنگ و قهوه‌ای و عالی. به این میگن کارملایز آنیون. خب اینا رو من به این شکل ببینید گذاشتم داخل این خمیرمون و حالا روی هر کدوم یکم پنیر میریزم. به این شکل. خب حالا با این از اینجا برش میزنم. ببینید به این شکل برش دادم و حالا دونه دونه گوشه های اینو میگیرم. به این شکل میبندمشون. ببینید چقدر زیبا شد. حالا بعدی خیلی راحته. خب حالا روی اینا رو با این زرده تخم مرغمون با بروسمون زرده تخم مرغ رو ماساژ میدیم حسابی. چقدر زیبا شدم. میذارمشون داخل آون. حالا این سبد پنیر و پیازمون رو ببینیم که به چه شکلی درست میشه. بقچه پنیر و پیاز ما، پیاز کارملایز. کارملایز. بله. بفهمین. سلام دوستان عزیز، ببینیم امروز چی درست کردن. به 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 بوش که خیلی خوبه. خیلی خوش عطر و بو. برای خودتون من براتون بذارم. نه میذارم. مرسی. نصف اینو میخوام بذارم. نه من میخوام یه دونه کامل بخورم. خب بفهمین. واو وسطش چیه اینا؟ اینا کارملایز آنیون.
من با دستم بهتون نشون بدم ببینید. به 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 به. خب بفهمین شیرینیش از چیه؟ خیلی کم، فقط یه قاشق چای خوری من تو شکر ریختم، چون پیاز خودش معمولا شیرینه دیگه. بعد توش سرکه بالزامیک وینیگر، با بالزامیک وینیگر درست کردم. خیلی خوبه. بفهمین که میشه بهش خیلی چیزا اضافه کرد. وای خیلی خوشمزه است. من مطمئنم که این یه چیز جدید و فوق العاده خوشمزه و عالی، حتما امتحان کنید. سرکه بالزامیک توی ایران هست. سرکه بالزامیک هم شما میتونید از سوپرمارکت ها در ایران تهیه بکنید. ولی خب میشه بهش قارچ هم اضافه کرد، گوشت رو چرخ کرده، بعد میشه پای. به جای بخچه میشه پای. اون موقع بخچه میگین یاد همون میافتادم. حالا خفه شده بیدم. آره ولی خب شکل بخچه هست دیگه، میبینیم بخچه پنیر و پیاز، چه چیزی از این بهتر؟ ولی فوق العاده خوشمزه است. بخچه اسمشو من گذاشتم بخچه. خب حالا از این بخچه پنیر و پیاز خوشتون میاد؟ نه حالا اسمشو فراموش کنید. ایشون دنبال کیسه صابون میگردم. ایشون اسم این بخچه پنیر و پیاز قلقلکشون میده. خب آدم اسمم اگه انتخاب میکنه بعد اینطوری انتخاب کنه. حل بخچه، بخچه صندوقچه، بخچه پنیر و پیاز. حالا از اسمش، جدا از اسمش، طعمشو بگید. واقعا بگید به عزیزم. طعمش واقعا خوب بود، بخچه بود. ایشون امروز این بخچه بعد جوری قلقلکشون میده. اصلا نمیتونم صحبت کنم. ولی بابا لااقل طعمشو بگی. به خدا بخچه این طعمش خیلی خوبه. مگه بخچه بده؟ آقا من از بخچه یاده اینگیستی من نمیدونم چی بگم. بخچه من در صورت برام خیلی کلمه بخچه اینقدر یه انسان رو بخندونه. شما خواهش میکنم که برید این بخچه پیاز و پنیر رو درست بکنید. شاید توی خونتون همه به اسمش بخندن و یک سری همه رو اینطوری قلقلک بدین. اصلا این کلمه بخچه نمیذاره ایشون تعریف بکنن که طعمش چیه. طعمش خوب بود. خب امیدوارم شما از این بخچه پنیر و پیاز خوشتون اومده باشه. آها راست میگن، تمومش کردن، خوب بوده پس. بله واقعا خوشمزه بود. خیلی آخه این چیزایی هم که خمیرای این هزارلا جمعش که میکنه میشه اینقدر دیگه چیه. این خمیرا چون حالت پافی داره واسه همین ایشون میگن که مثل کراسانو، میگن که برای من چیه، من جمعش میکنم میشه یه ذره میره گوشه لپم، واسه همین دوست دارم بیاده. خب برای همین چون شما اونطوری دوست دارین منم گفتم بخچه پنیر رو بیاز. بله دست شما درد نکنه. ولی جدی جدی چیز قشنگیه، یعنی غذا که نه، استارتر. آره برای هم استارتر میتونید شما استفاده بکنید هم عصرونه. ولی به قول خودتون حالا جدی جدی، ولی جدی جدی خوبه مزهش. من حتی به نظر من شما میتونید خیلی چیزا بهش اضافه کنید. آره دیگه. خب حالا این دفعه بخچه پنیر و پیاز بود، شما میتونید هر چیزی که دوست دارین. ایشون میگن قارچ بهش اضافه کنید، یه مقدار قارچ رو سرخ کنید اضافه کنید، ولی میشه آره. بخچه قارچ و پیاز. ولی در صورت خیلی خوبه، مزهش خوبه. اینم واقعا میگم بهتون، این هم غذای نیم غذای بخچه مانند معزی خانم. خیلی باور کنید مدت ها بود که من ندیده بودم ایشون به خاطر یک کلمه، به خاطر یک اسم اینقدر بخندن. بخچه.
امیدوارم شما هم از این برنامه خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید. دوستتون دارم، فقط به این بخچه فکر بکنم. و شما هم این بخچه پنیر و پیاز رو درست بکنید و لذتشو ببرید. قربونتون برم، امیدوارم که در سلامت کامل باشین، دلاتون شاد باشه و با اون مهر و چشم مهرتون به ما نگاه بکنید. سپاسگزارم. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار. بخچه